مجلس در جهت اصلاحات ساختاری بودجه اومد تغییراتی رو در آیین‌نامه داخلی خودش ایجاد کرد. یکی از مهمترین تغییراتی که ایجاد کرد و در واقع بر سر لایحه بودجه 1403 اجرایی شد این بود که بودجه در دو مرحله بررسی بشه، اتفاقی که ما اصلا سال قبلی نداشتیم و امسال برای اولین بار این اتفاق افتاد. حالا در دو مرحله بررسی بشه یعنی چی؟ یعنی که در مرحله اول منابع بودجه بررسی بشه، منابع بودجه مثل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی دولت، و در مرحله دوم مصارف بودجه بررسی بشه. مصارف بودجه یعنی هزینه های دولت، مثلا مثل حقوقی که به کارمندان دولت میدن. به نظر میرسه این اتفاق در جهت این بود که ناترازی بودجه و کسری بودجه کمتر بشه. برای همینه که ما اینجا این سوال رو مطرح کردیم که تصویب بودجه در دو مرحله منجر به ایجاد کسری کمتری میشه. خب میدونیم که ما اقتصادمون با تورم‌های بالا درگیر هستش و یکی از عوامل مهم این تورم‌های بالا کسری بودجه است، ناترازی بودجه است. حالا علاوه بر مشکلات خود دولت در بودجه ریزی، وقتی که منجر به کسری بودجه و ناترازی بودجه میشه، وقتی که دولت این لایحه بودجه رو میبره مجلس، اونجا هم وقتش هستش که حالا نمایندگان بیان یه سری هزینه اضافه تحمیل بکنن بر بودجه و مثلا دولت میگه آقا منابع من همین هستشا، اما نمایندگان باز همین هزینه ها رو تحمیل میکنن و مثلا میان یک سری منابع موهومی رو اضافه میکنن به بودجه. مثلا مثل چی؟ مثلا میان میگن که پیش بینی یا برآوردی که ما از درآمدهای نفتی داریم بالاتر از این مقدار هستش، که در اکثر اوقات همین برآورد نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه و یک کسری بودجه بیشتری ایجاد میشه. به عبارت دیگه ناترازی روی ناترازی میاد و حالا این موضوع خیلی موقع ها باعث اختلاف بین دولت و مجلس شده. مثلا ما سر هدفمندی یارانه ها خیلی این موضوع رو داریم. الان همین امروز این خبر اومد، این گزارش دیوان محاسبات، که این گزارش دیوان محاسبات حاکی از انحراف در عدم تحقق 31% منابع پیشبینی شده هدفمندی یارانه ها هستش. و ما حالا داشتیم که هم آقای منظور، یعنی رئیس فعلی سازمان برنامه بودجه، هم آقای میرکاظمی بر سر عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه ها با مجلس کلی اختلاف داشتند. در واقع مجلس گفتن چرا این محقق نشده و این رؤسا یا این دولتیایی که در واقع دولت، منظورم رئیس سازمان برنامه بودجه، نماینده دولت هستش در مجلس، در واقع این ادعا رو دارن و این صحبت رو میکردن که ما از اول گفتیم این محقق نمیشه، بلکه این از سمت مجلس تحمیل شد به بودجه. حالا با این اتفاق گمان میشد که خب دیگه تحمیل مجلس میتونه کمتر بشه. مثلا بیاید حالا برای اینکه بهتر اینو بفهمیم، این یه مثال رو نگاه بکنیم. نمایندگان در جلسه علنی اومدن 1500 میلیارد تومان در سال 1403 برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اضافه کردن، اما این 1500 میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه نشد و یعنی کسری رو ایجاد نمی‌کنه، سقف بودجه، منابع و اون هزینه‌های دولت رو افزایش نمیده. چرا؟ چون برای اینکه این 1500 تا بخواد اضافه بشه، باید از یه جای دیگه منابع کسر بشه. الان در همین متن این 1500 تومان از جدول 9 در واقع از یه بخش دیگه بودجه وزارت کشور برداشته خواهد شد، به یه بخش دیگه داده خواهد شد. اما الان همینطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، انگار مجلس و نمایندگان مجلس گفتن که خب چه کاری کردیم ما. در مصاحبه همکارم هنگام علی قلی، خبرنگار پارلمانی ما با عضو کمیسیون در واقع تلفیق بودجه، گفتن که آقای کوچکی نژاد گفتن که اصلا این کار یه کار خیلی اشتباهی بوده، ما بودجه رو اینجوری اصلا خراب کردیم و یک در واقع طرح دوفوریتی برای اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس اووردن و گفتن به احتمال خیلی زیاد هم رأی میاره تا دوباره بودجه سالهای بعدی هم مثل سالهای قبلی در همون یک مرحله تصویب بشه، بررسی بشه و اجرایی بشه. حالا صحبت درباره این موضوع میتونه خیلی گسترده باشه، اما فعلا
به همین کفایت میکنیم و بریم گفتگوی همکارم با آقای کوچکی نژاد رو بشنویم. در بخش بعدی برنامه با شما خواهم بود. ببین ما یه طلب فوریتی اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی رو داریم، چون ما آیین‌نامه داخلی رو قبلا اصلاح کردیم، بودجه رو به جای یک مرحله دو مرحله کردیم و الان هنوز بودجه کشور ابلاغ نشده، خراب کردیم کارا، یعنی اینکه اصلاح اشتباه شد این اصلاحات. الان تا دو فوریتی ها آوردیم که برگردیم به ماده 182 قدیم، یعنی بودجه یک مرحله باشه، هم تفسرا هم جدا بوده ما در یک مرحله مورد بررسی قرار بدیم که همه نمایندگان تقریبا دنبال اینه که بتونیم اینا اصلاح بکنیم و این سرگردانی که در بودجه هست تقریبا این رو حلش بکنیم. آی دکتر، مگر این منافات نداره با همون طرح اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور؟ چون قرار بر این شد که دو مرحله‌ای بشود بودجه که دقیق‌تر بررسی بشود. اشتباه، ما میتونیم یه مرحله‌اش بکنیم ولی هم جداول و هم تبصره‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. الان یک، یعنی واقعا وقتی که تبصره‌ها رو تایید کردیم تو جداول هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون هر تغییری بدیم سقف میبره بالا، عملا سقف ما بسیم قبلا، نمیتوانیم هیچ مانور روی جداول بدیم و این عملا سرکاری است. مرحله دوم، خب چند تا امضا جمع شده برای این طرح دو فوریتی؟ الان گذاشیم رو سایت، احتمالا امضای زیادی داره جمع میشه، یعنی طرفداری نداره دو مرحله. فکر میکنید که رأی میاره و تصویب میشه؟ رأی بالای میاره، تصویب میشه.